علیرضا نوذری پور قائم مقام مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران میگوید میزان آبی که سالانه در شبکه‌های فرسوده شهر تهران به هدر می‌رود 1.5 برابر مخزن آب سد لطیان است، ولی هنوز دولت بودجه‌ای برای نوسازی و بازسازی این شبکه‌های فرسوده اختصاص نداده است. این در حالی است که بحران خشکسالی و کم آبی در ایران هر روز جدی‌تر می‌شود و مسئولان دولتی تلاش می‌کنند آن را ناشی از ورود ایران در یک دوره خشکسالی طبیعی بدانند، بدون اینکه کمترین اشاره‌ای به سوء مدیریت منابع طبیعی و به خصوص آب شود. گزارشی از همکارم مسعود سفیری. این روزها دیدن تصاویر روستاهای خالی از سکنه در ایران و بستر خشک رودخانه‌ها عادی شده و نیز دریاچه‌هایی که نفس‌هایشان به شمار افتاده است، در کنار سدهایی که در دهه‌های گذشته بدون مطالعه ساخته شده و هزاران چاه عمیقی که در 40 سال اخیر بدون توجه به طبیعت شکننده ایران در سراسر کشور حفر شدند. مقام‌های مسئول بدون توجه به سوء مدیریتی که در زمینه حفر چاه‌های عمیق و احداث سدهای بی‌مطالعه مرتکب شدند، همواره تأکید می‌کنند ورود ایران به یک دوران خشکسالی طبیعی و ناشی از کاهش بارندگی است. دکتر سروش سروشیان، استاد دانشگاه کالیفرنیا و رئیس مرکز سنجش تحقیقات آب و هوایی میگوید بررسی یافته‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که در دهه‌های گذشته وضعیت ایران از نظر میزان بارندگی در حدی نبوده که این بحران را توجیه کند. رنگ‌های که نارنجی و قرمز و زرد و اینا نشان دهنده مناطقی است که تا اندازه‌ای در 33 سال گذشته که ما آمار تهیه کردیم مقدار بارندگیشون رو به کاهش بوده، ولی ایران خطدار هسته گویی که کاهش بوده ولی کن به اندازه قابل توجهی نیست از طریق آماری با مقایسه با کشور عربستان سعودی که مسلمان پررنگتر اگر توجه کنین، یا عراق که کشورهای همسایمون هستن در غرب، ولی ترکیه و کشورهایی که در شمال ایران هستن و جالب کشورهایی که در غرب ایران هستند، آمار به اصطلاح ماهواره‌ای نشون میده این کشورها بارندگیشون در 30 سال گذشته رو افزایش بوده. در واقع شاید ایران اون خوبی اون کشورها نباشه، ولی از نظر آماری نمیتونیم بگیم که در واقع مقدار بارندگیش کم شده. اما چه عواملی سبب بروز شرایط کنونی شده است؟ چرا هر روز بر تعداد شهرهایی که در معرض هجوم ریزگردها هستند بیشتر می شود؟ ریزگردهایی که از دریاچه‌ها و تالاب‌های خشک سرچشمه می گیرند. دکتر علی ناظمی، استاد محیط زیست دانشگاه کنکوردیای کانادا، معتقد است سه عامل از جمله افزایش 2.5 برابری جمعیت ایران در 3 دهه گذشته را می توان یکی از عوامل مهم برشمرد. من فکر می کنم ما هیچ وقت نباید رشد بی‌رویه جمعیت در 50-60 سال گذشته در ایران نادیده بگیریم. شما توجه بفرمایید که جمعیت ایران در مدت 3 دهه گذشته تقریبا 2.5 برابر شده. مسئله بعدی مسئله الگوی مصرف است. متاسفانه ما در ایران از لحاظ سرانه مصرف آب، چه در بخش‌های صنعتی، چه در بخش کشاورزی و چه در بخش مانیسیپال که حالا مصرف‌های شهری هست، ما سرانه بسیار بسیار بالایی داریم در نسبت با کشورهای دیگه جهان. پس این رو هم ما میتونیم مسئله خیلی خیلی مهمی بدونیم، الگوی نامناسب مصرف. و مسئله سومی که من فکر میکنم که بسیار مهم هست، نداشتن یک طرح بهره برداری از منابع آبی هست. مدیریت منابع طبیعی در دهه‌های اخیر در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است، ولی در ایران که همواره با کمبود آب مواجه بوده مورد اعتنا قرار نگرفته. باید افزود بی‌اعتنایی مدیریت منابع آبی از سوی دولت با بی‌اعتنایی شهروندان به مصرف بی‌رویه آب در کنار هم باعث بحرانی شده که به گفته کارشناسان هرچه زودتر باید جلوی آن گرفته شود. مسعود سفیری، صدای آمریکا.